سرخط تازه ترین خبرها، رئیس جمهور غنی: تا وضعیت میدان جنگ تغییر نکند طالبان به مذاکره جدی حاضر نمی شوند. اسماعیل خان از باشندگان هرات خواست تا زن و مرد علیه طالبان بسیج شوند. و همچنان در پایان، حکمتیار و کرزی در آستانه کوچکشی به ترکیه. به نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. اسماعیل خان از باشندگان هرات خواست تا زن و مرد علیه طالبان بسیج شوند. 8 صبح کابل. اسماعیل خان که فرماندهی نیروهای مقاومت مردمی را بر عهده دارد، از باشندگان هرات خواست تا زن و مرد علیه طالبان بسیج شوند. او امشب در پیام خطاب به باشندگان هرات گفته است که شهر ما در لحظات دشوار و حساس قرار دارد و دشمنان مردم افغانستان با تلاش مضاعف می خواهند که مردم را تحت فشار قرار دهند و به این ترتیب در کمربندهای شهر مشکلات ایجاد کنند. اسماعیل خان گفت که در این شرایط مسئولیت زن و مرد هراتی است که به پا برخیزند. و گفته ای اسماعیل خان، نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی از شهر دفاع می کنند و نمی گذارند که برای شهر مشکل ایجاد شود. اما ضرورت است که در این شرایط حساس همه در این شهر 5 میلیون احساس مسئولیت کنیم. اسماعیل خان خاطر نشان کرده است که همه کسانی که امکانات و صلاح دارند به پا خیزند و با نیروهای امنیتی و بسیج مردمی یک جا شوند. رهبر نیروهای مقاومت مردمی در حوزه غرب کشور افزوده که باور هرات، همه کسانی که توانایی دارند در این شرایط از شهر دفاع خواهند کرد و دستان لشکر جور و جهل را از هرات کوتاه می کنند. گروه طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته به بخش های از شهر هرات حملات خود را آغاز کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی و مردمی بر رهبری اسماعیل خان مواجه شدند. در جریان درگیری، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در هرات هدف حمله طالبان قرار گرفت که یک کشته و 4 زخمی از نگهبانان این دفتر بر جای گذاشت. یونما خواستار وضاحت طالبان در این مورد شده است. صدها نیروی ویژه امنیتی در 4مین روز جنگ به هرات اعزام شدند. با این حال گزارش شده است که نبردها تا نزدیکی مرکز شهر رسیده است. معین ارشد امنیتی وزارت داخله که مدیریت نیروهای ویژه را بر عهده دارد، از تغییر وضعیت در روزهای آینده خبر می دهد. در همین حال به نقل صفحه رسمی رزاق مامون، حکمتیار و کرزی در آستانه کوچکشی به ترکیه. چوب خطهای استخبارات منطقه در صدد بیمه کردن حیات خیشند. بر اساس اطلاعات واصله به گزارشنامه افغانستان، پس از آنکه اخیراً گروه طالبان گلبدین حکمتیار را به اعدام تهدید کرد، حکمتیار در تماس با حکومت رجب طیب اردوغان خواستار حمایت از خود شده است. چندی پیش خبر انتقال حکمتیار به ترکیه به خاطر درمان بیماری به شکل غیر رسمی انتشار یافته بود. اکنون منبعی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده که وی همان زمان از بیمارستان سردار داوود خان 400 بستر سابقه به بهانه درمان بیماری به ترکیه منتقل شده بود. حکمتیار در زمان اقامت در ترکیه ضمن دیدار با مقامات ترک یک حولی بزرگی را برای اقامت خانواده اش در ترکیه خریداری کرده است. در گزارش قید شده است که ترکیه به پناهنده شدن حکمتیار علاقمند است و با شروع کارزار ترافیک داعش در نبردهای آینده در افغانستان او را در پروژه جدید سهمی در خور خواهد داد. خبر دیگری مشعر است که حامد کرزی رئیس جمهور سابق به ادامه تمهیدات پیشین قرار است خانواده اش را به ترکیه منتقل کند. همزمان با شکست شدن حاکمیت دولتی در قندهار و اشغال جایدادها و اماکن دودمان کرزی، فشارها بر وی افزایش یافته است.
با آنکه والی قندهار کرزی را متهم به دست داشتند در واگذاری مناطق در قندهار کرده، کرزی از سوی افکار عمومی سخت زیر فشار قرار گرفته است. گزارشنامه افغانستان به تاریخ 16 سرطان امسال از تصمیم کرزی برای مهاجرت به ترکیه پرده برداشته است. ایرانی ها قبلا به کرزی ادلا دادند که در صورت پیروزی طالبان او را با جرم خیانت با چند تن از اعضای بلندپایه حکومتش و همچنین عده‌ای از افراد حکومت فعلی اعدام خواهند کرد. در تازه ترین اجماع سران سیاسی و جهادی به هدف حمایت از قوای مسلح افغانستان در جنگ علیه طالبان، کرزی و حکمتیار حضور نداشتند. در همین حال رئیس جمهور غنی تا وضعیت میدان جنگ تغییر نکند، طالبان به میز مذاکره جدی حاضر نمی شوند. 8 صبح کابل، نخستین نشست کابینه الکترونیکی هفته افغانستان دیجیتالی روز یکشنبه 10 اسد برگزار شد. رئیس جمهور کشور در این نشست گفت که اجماع همه بر این است که طالبان به مذاکرات جدی سال حاضر نمی شوند تا وضعیت نظامی در میدان جنگ تغییر نکند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در این نشست تصریح کرد که تا وضعیت نظامی در میدان جنگ تغییر نکند، طالبان به گفتگوی جدی صلح حاضر نخواهند شد. غنی گفت: ما صلح میخواهیم اما طالبان تسلیمی میخواهند. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که صف و اداره نهایت منسجم در بین گروه طالبان به وجود آمده است که این ترکیب از تروریست ها و کشورهای حامیشان افزوده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود. ما برای شما آخرین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر می گذاریم.